السلام علیکم تماشابینانی ارجمند بینندگانی نهایت گرامی و عزیز ما در موضع سرحدچی قرار داریم انا این دهه تودابایان با موضع سرحدچی داخل می شود در شفت دهه آب کوه من در آن طرف کوه های قطار کوه های افغانستان در این برنامه قصه های رنگین از حیات مردم این دهه شما را انتظار است همسفر ما باشید رفتیم دهه تودابویان و دهه توغول دهه های سرحدمون از این بلندی چونین منظره ها دارند این موضع اهالی نشین در حدود دهه چوبک ناویه به نام میر سید علی حمدانی واقع می باشند من در چوره های چور دهه دهه سرحدمون قرار دارم انا این رو این دهه توغول است و این رو بالاتر از دهه توغول دهه چوبک است انا در این قسمت باشد این دروازه ما رو به دهه تویدابایان میبرد در این طرف آمدن از ناحیه همدانی به درآمدگاه جماعت دهات چوبک دهه مهرور است همصحبت من رئیس کمیته محله تودابایان معنای نام تودابایان معنای نام تودابایان طبق معلومات های سرچشمه هایی که دسترس ما شده است در اینجا تودابایان اصلا تویا بایان میگویند تویا این اشتور و بایان گردن می شود یعنی که محله گردن اشتور که در اینجا یک اشتوری سنگ شده در کوه تپه نزد دهه خوابیده است محله نامی همون اشتوری سنگ شده رو یعنی که به شوخ به سنگ پاره مبدل شده رو گرفته است این دهه از کی کدام سال سرچشمه است کدام سال قدیم است یا نو بنیاد است دهه اصلا خواجگی این دهه از سال 1924 از منطقه های کوهستان مهاجر کنانی اهالی به خود همین منطقه که ما قرار داریم که امروز نام تودابایان رو گرفته است سر شده است از سال 1924 این طرف از طرفی دشت جون سری خسور یک قسمتی ناحیه خوالین و ناحیه امروزه شمس الدین شاهین شوروبود مردم به اینجا مهاجر کننده شوننده آوردگی که تا امروز قسمی زیادی کلان سالان او که از دنیا گذشتند فرزندان او عمر به سر میبرند این تودابایان به هیئت سرحدمون داخل می شود بله تودابایان یکی از محله های نزدی سرحدی با جمهوری اسلامی افغانستان می باشد یعنی سرحدمون ها ده های سرحدمون همه گفتن همیجا یکم وقت بدک نموید یا سوخوزی سرحدچی بود سوخوزی سرحدچی که امروز نام چوبک رو گرفته است با خود جماعت است اینجا خود جماعت چوبک بگیم که در داخل خود عبارت از چند محل می باشد این محلی که زیر ما قرار داریم این محل محلی تودابایان می باشد چوبک چی معنی دارد؟ چوبک اساسا در سرچشمه هایی که هست این رو چو یعنی که یک گویا که شهروندی خیتایی با داخل بگیم سرزمین یکان سیاه بود بله شده یعنی که بکیگری بود اون زمان ها که پیشتر پیش از سال 1924 بکیگری ها بودن شاید که چوبک به نام همون شخص باشد که در همین منطقه نقطه های فروشی چوربو و محصولاتی رو به نیاز اولی مردم خوراکه و لباسه وقتی که کاروانسرای ها گذشته رفت و آمد میکردن طرف افغانستان و طرف بدخشان توسط هم چوبک صورت میگرفت هم دهه قراغاچی نوحیه واسه صورت میگرفت از همین لحاظ همینجا همین صاحبکاری خیتایی چوب گیم که چوب نام داشت استاده قسمتی خودی که دهه چوبک است همونجا را آباد میکند از همونجا سرچشمه میگیرد ساختو آبادی یعنی خیلی بگیرم در همین سرحد بله. از چوبک چند دهه هست اینجا؟ سرحد دهه های نزدی سرحدی هست خودی دهه چوبک هست ینگیول هست دهه ینگیول هست و دهه های نزدی سرحدی که در قسمت کوهستان هستند دهه تودبلاغ میگویند مسلوغ میگویند بله نوغای
این راهی مرکزی است. از مرکز جماعت دهخود و دههای مهربر و دههای تودابویان رسیدیم. شناسایی را با این دهها از مکتب شروع می نماییم. این از من در دههای تودابویان قرار دارم. در پهلوی دههای تودابویان دههای توغول موجود است. ساکنان هر دو دهها کودکان در این مکتب می خوانند. و این لحظه شما خوانندگان همین مکتب هستید. نام شما چیه؟ تقی نظر و زکیه. زکیه در صنف چند میخونی؟ هشتم همین مؤسسه. کدام فن نستر میخونی؟ کدام فن؟ فن زوولوژی، زبان روسی، زبان تاجیکی، ادبیات، الگبرا و دیگر ها. بهای چند قدی میخونی؟ بهای خوب و علاقه. آینده کی شدن میخوای زکیه؟ دکتر. دکتر شدن میخوای؟ علاقه تو چی هست؟ شما را در خونه با همین انتخاب شما چقدر مناسبت دارن؟ پدر و مادر؟ مناسبت خوب هم نگفتن. اگر چیزی که میخواهی شما دستگیری میکنی. بعدی که رفتی دکتر شدی در کجا خدمت میکنی؟ با کلاغ میای یا شهر میرای؟ خیلی شما میبینیم در آینده. سلامت باشید. موفقیت با شما. مرحبا. صدای این زنگ بستی اولی تحصیل در مکتب با انجام میرسد و این لازم معمولیت مکتب با بستی دویم اومده میشوند. همصحبت من استاد روبری همین مؤسسه تعلیمی رقمی 51 در مرکز دهی توغول تودابویان. استاد درباره همین مؤسسه تعلیمی کمتر معلومات بدهید. از چند نفر تحصیل میکنند در چند بست؟ مؤسسه تحصیلات میره عمومی رقم 51 پیشتر سال 1961 ساخته شده. پیشتر در نوعی مصفه که در دوره سوک سویتی بود قرار داشت. استاد حاضر چند نفر حاضر؟ چند نفر تحصیل میکنه؟ همین زمان 510 نفر خواننده تحصیل نموده شده. چند بسته؟ تا اونها 37 نفر آموزگاران تحصیل داره. 37 نفر آموزگاران علم میاموزن و در دو بست تحصیل نموده شده. مکتب رقمی 51 این اولین مؤسسه تعلیمی این دهاتی نزد سرحدی است. بناها هم تاریخی می باشند. این بنا که حالا سیمخانه می باشند سابق بنای معمولی دوره کلخوزی هستند. در سن حولی مکتب ما ساختمان انشاءات ناتمام را دیدیم. گفتند که اینجا بنای نوی تعلیمی بوده، ساختمانش 3 سال پیش آغاز شده است. معلوم نیست کارهای منبعده ساختمانی بنا کی ادامه می یابد. با معلم الهام راهبر این مکتب خیرخوش کرده سفر ما در این دهه ادامه دارد. هم سفر دیگری ما رئیس کمیته محله دهه تودابویان یار محمد است. مثل معلم الهام او نیز خوش چقچق است. معلومات تکنیکی داشته باشد هم لیکن با تاریخ میل کلان دارد. با ما قصه های جالب نقل کرد. با مصلحت یار محمد ما راه یکی از موضع‌های تاریخی دهه تودابویان را پیش گرفتیم. اشترچرا و آبکوب. یار محمد در دهه شما این کوب با نام آبکوب هم خیلی نام میبرند. بله مشهور است. چی با کدام معنی؟ با خاطر اونه که وقتی که در اینجا از سال 1924 این طرف تا سال 1956 همین دریای پنجه که هست من خطی رویشش حاضیرش در معین است در اون زمان معین نبود. دریای پنج در اینجا در تنه همین کوه زده بعد به طرف مرکز نوحیه طرف فرخور حرکت میکرد روانه میشه. وقتی که جمهوری شوروی سوسیالیستی بگیم که اتحاد شوروی در اینجا حکم فرما شده برای رشد و آبادی مثال منطقه های دوردست وقتی که برای آبیاری زمین ها برای آبیاری زمین ها وقتی که نقشک ترتیب دادن همین آب رو خطی رویشش رو معین کردند و از حساب خاکی همین کوه توسط بگیم ترانسپورتیور هایی که هست کوه رو لایقه کرده در زمین هایی که ناکارن بدن اونها رو به زمین کشت تبدیل دادن
و این زمینوی که ما حاضر در قسمت پایان میبینیم پیشتر اینو از لخ قمیش زورها بگیم که این بطلاق بودن. بله بطلاق زورها بودن. امروز ما و شما این کدام سال بود که مردم امو کویستان با فرم همی زمین کشت کرد بطلاق با زمین کشت تبدیل بود؟ از سالهای تقریبا 60 60 60 تا 70 همین خیلی کرو میرفت. چی خاصیت داره میکو؟ خاصیت راستی گپ یگون خیل خاصیتی شفا بخشی نیو تلسم شکن میگویند در اینجا روایت ها هست که چی قصه میکنن قصه ها میکنن که در اینجا توقه گشتن مقصد خاصیتی خوب نداره اجی نداره. بله بله خیلی این قصه های بافته ممکن باشد مردم میرم بر جای شتور اشتور. بله بله مردم برای اون که ما برنامه جالب را منظور شما نمویم جرو تپه ها و حتی از جوبارهای کلان پریده می گذاریم. نهایت رسیدیم با شترجا. انا این موضع یار محمد اکنون شما قصه کنید درباره همین سنگ. بله درباره این سنگ قصه ها زیاد است، نه که اون چیزی که ما از زبان بزرگان شنویدگی هستیم. شتر من این سنگی که میبینیم شکل شتر رو دارد. در زمان های پیش اون چی که ما شنویدگی هستیم گویا که در بالای همین اشتر دو گلدختر طرفی قسمتی ناحیه واسه حرکت میکرده بودستند و با فکر عقیده همون پیشترک طبقی نقلایی که دسترسی ما شدگی است از خداوند اینو طلب میکنند که روی ما رو بر روی کفر یعنی که نرساند. در همون وقتا گویا که دعای اینا قبول شده شکلی بگیم که به سنگ تبدیل یافتگیان همون دو گلدختر با این سنگی درازی که میکنید بینید اشتوری تگی پویشون. امروز چی خاصیت دارد؟ توجه دارن مردم به همین چیز؟ یا هم یا جایی تاریخی؟ پیشتر از حساب خرافات پرستی مردم می آمدند برای طلب فرزند یا دیگر حالت ها بگیم که هر خیل لطپاره ها گیره میکردند. این خرافات؟ بله از حساب خرافات پرستی عین زمان باشد نه. او کو در برابر اون که موضع تاریخی است همچون منبع درآمد یکی از درآمد های ساکنان محله می باشد. درباره منبع درآمد مردم منبع درآمد اساسی مردم ساکنان محل از حساب چارواداری و کشاورزی می باشد بسیارتر. اینجا چوروی نصف پروش هم قریب هر خونه ده هست. بله بله هر خونه ده نه کمتر از 4 تا 5 تا چوروی خورد و کلون شاخدار وجود دارد. و من مردم اینجا کمی زواد نیست. کمی زواد شاید باشد انگوش شمار نه اون قدری که مثال وای هستن. میریم اکنون در باره آبادی دهه تودابویان قصه میکنیم. از دیدن راه های محلی که همه منفش میباشند راستی ما خیلی شاد شدیم. دهه تودابویان سرگاه دهه از کهرمان ها سر میشود. اینجا کهرمانان تاجیکستان و اینجا جای نشستی ساکنان محله هنگامی بیکاری برای استراحت کردن و طرف دهه راه ها انا همین خیل هفت کوچه‌ای که دیه دارد روح ها انمی خیلی منفرج کرده شدگن. انا یار محمد عموما در باره امی کروه عبودانی امی دیه ها گب زنی همه محله کوچه ها میخیلن همه گفتم خطا را کردن. قسم زیادی کوچه های داخل دیه ها اسفالت پوش و با قسم زیاد ترش سنگ فر شدگن و از طرف شفق روح همه کوچه هایی که در شما میبینید بگین با چراغکای روشن دهنده پیوست همه آبادی ها ساختمان رو چراغک ها آبادی گفتین همه کای کرده گیان کای سر شده گیان همه
kadar bakşit? Yak sol, dü sol? Dar tuli se soli ahir. Ki soktin ola? Az tarafi sohib koroni mahali sokta ba istifoda doda shuda ast. همسفری ما یار محمد توری گفتیم به تاریخ زفقی کلان دارد. او به ما آن نگاره هایی که از آب کویفت است آنها را نشان داده در برایشان قصه کرد. این حجره کاری رئیس کمیته محله است. یار محمد در برابر اون که این وظیفه پرمسئول را به دوش دارد همچنین باقی مانده های یادگاری های تاریخی را هم در این حجره جمع آورده است. این یادگاری را شخصا او میگوید که خودش هنگامی کندنی خندق از کوهی آب کوی افته است. یار محمد غیر این طبقچه با چند یادگاری تاریخی دیگر در برای این شما معلومات دید. اینجا چی حال به کدام اصلا تعلق دارد؟ در حقیقت از سال 2017 این جنوب توسطی بگیم که شهروندانی که در محله زندگی میکنند هنگامی کندنی خندق یعنی جدا کردن زمینی چراگاه از زمینی پیادگردی که مردم مثال رفت و آمد میکنند هنگامی ها همین چیزهای تاریخی یافت شدن که بسیاری اینها یعنی هم سنگی و فلزی بودن هم آلتهای بگیم که در زندگی استفاده می شدگی. این به کدام دوره تعلق دارد؟ به دوره هزاره یک و هزاره دوی پیش از میلاد. این شما به عصری برنج بله به عصری برنج تعلق دارند همه این چیزها و این چیزهای یافته شده شهادت از هنرمندی مردمی ملتی توجی شهادت میدید. سلامت باشید. یار محمد یک چیزی دیگر. اگر ما شب مونیم فرض کردیم شما اینجا ما رو چخیل میمون داری میکنیم؟ البته ما چخیل میمون داری میکنیم. او هست اینجا اتاقی که ما مهمانان رو قبول میکنیم نسبتی معلومات های پیشرفت و کارها و نقشه های بگیم که این جای خوبی ما کجا میشود؟ جای خوبی شما از کنیم. طرف قسمتی راست یک تماشا کنیم جای خوبی میشود مونم بهترین من جای قبولی مهمانان میتوانم اینجا جای خوب بله اینجا جای خوبی مهمانان بهترین میتوانن از کتابایی که ما مطالعه میکنیم کتاب خونیم بله کتاب ها هستن میتوانن خونن در برای تکنولوژی اطلاعاتی تاریخ حقوق عموما این حجره مهمان خونه هم گویم خطا نمیکنیم بهترین کتابی که ما داریم از ابو علی ابن سینا اینا کی میخونند اینا بسیارتر اپام میخونند کی دکترای بله بله همشیره شفقت شده کار میکند اپام بهترین بهترین یار محمد همین کوسچا این عادی است نه این عادی نیست من سر این کوسا رو شما ده میگم وقتی که مهمونوی خارجی از کانادا از انگلیا مهمونی بگیم که ناحیه همدانی شدند بعدی مهمون شدند در ناحیه همدانی داخل خانه ما شدند و از رفتی حجت نگاری کارهای پیشرفتی دهای ما دیدن کردند یک نفر اونها از ما خواهش کرد توسط ترجمان که شما بر رئیس محله گوید که انا اجازه دیان در همین کوسا از همین کوسا بله در همین کوسا ما آب نوشان آب ریخته آب نوشان من شوخی کرده با او کس گفتم که من به شما اجازه میدهم به شرطی که به من $1000 آمریکایی میدهید اون کس در جواب شوخی کرده گفتم برای چی من گفتم که این خاصیت خاصی خودش دارد یعنی سیرش در چیز در ترکیب خاکه بگیم کلول همین خاکه ریزه ریزه تیلا دیده میشود من در نوار ممکن که مشاهده شوم در افتاب جلو میدهد بله بله اونها که معلومات تاریخی و طبی که داشتن با من همین پیشنهاد کردن که در همین آب لقانده بگیم خرم خب برای خارجی است $1000 برای ما چقدر؟ برای شما رایگان بهترین سلامت باشید خب در این سفر ما با یکی از شخصان کهنسالترین دهه بابای خالبزرگ که 84 سال عمر دارد واق خوردیم آج یک خلاص گروه نیخده آباد در یک سد چند بودن؟ 186 اینه 186 دوره ما در 10-15 بنام بدامدیم چی دعا دادنی چی گفتنی به همین مردم به همین جوانو؟ به همین مردم دعا میکنم که پروردگار امری درازی با برکتشون بتن در موهاشون یگون در رور خار خست نرسن
فرزنداشون و خداشون و اهل بچون و دایما پروردگار خرسند شده نمی رنگی ما دایما بسین سال ما ها برسند با وقتی خیلی با تن سهد به امر دراز برسند آمین سلامت باشید سلامت باشید بابا خود بزار رحمت کلان شما رحمت یه پیاله چای بگیم یا رحمت برای همکاری برای همراهی یک جهان تشکر دادر عزیز تماشا بینان ارجمند این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از موضع سرحچی شما یگان گفتنی دارید در اخیر در جنبست یار محمد بله در جنبست برنامه شما ما از شما اظهار سپاس و تشکر میکنیم که از چنین دهه نزدی سرحدی یاد کردید آمدید و از موضع های تاریخی ما دیدن نمودید و خواهش ما همین است که بگذار همین خیل برنامه های با مردم با ملت تاجیک ساده فهم یعنی فهمو زیادتر شود تا جوانان از منطقه های تاریخی خود با خبر شوند از زیست زندگی مردم از شغل مردم همه این یک جهان تشکر ما همه این رو با اینوباد میگیریم و همکاری رو در آینده مثل شما مهمان رو ما همه روزا انتظاریم سلامت باشید یک جهان تشکر بینندگان ارجمند تا باز دید در یگان دهه دیگر